سیاست های جمعیت من از کشور اول خارجی شروع میکنم، جذابم است، خیلی جالبه. نگاه کنید اونا چیکار کردن، همونا که ما میگن کنترل جمعیت بکنه. خانم آنگلا مرکل پیشنهاد پرداخت حقوق 1800 یورویی برای مادرایی که مراقب فرزندان خودشون تو خونه است. یعنی خانه‌داری شغله، دولت پول بهت میده. طرح کریستینا شرودر وزیر امور خارجه آلمان، اختصاص مرخصی بدون حقوق به پدر بزرگا و مادر بزرگا برای جهت نگهداری نباش. چه فکرایی میکنن؟ حمایت کمک مالی به والدین شاغلی که به دلیل تولد فرزند یا به واسطه نگهداری از فرزند خود دستمزد دریافت نکرده، به این شکل پرداخت 2/3 دستمزد با افزایش 375.2 دلار در هر ماه برای والدینی که دستمزد دریافت نکردن، پرداخت 100% حقوق برای والدینی که حقوق پایینتری دریافت میکنن. اگر یکی از والدین تو مرخصی باشه تا 12 ماه میتونه به صورت فوق تو مرخصی بمونه و همین شکل استفاده بکنه، با ضمانت اینکه هر موقع برگشت به شغل خودش برگرده، شغلش کسی دیگه نمیده. خیلی تخت. نروژ خیلی جالبه، 5 میلیون جمعیت داره. ببین چیکار میکنه. دادن مرخصی با حقوق به والدین جهت نگهداری فرزندان توسط بیمه ملی، 1956 این کار رو انجام دادن. نمونه اخیرش افزایش مرخصی زوجایی که بچه دار میشن با 100% حقوق از 47 هفته به 49 هفته و با 80% حقوق از 57 هفته به 59 هفته. تخصیص 15 ماه مرخصی به والدین که تا رسیدن فرزندان به 8 سالگی میتونن به طور متناوب خودشون استفاده کنن. یا تا 8 سالگی نباید استفاده، میتونه استفاده کنه. سوئد 9 میلیون 600 تا جمعیت داره، تخفیف ساعت کاری به همراه دریافت مزایای شغلی برای پدرها و مادرها، هر دو تا با هم. یهو پدرم درگیر این کار میشه. انگلستان خودش 54 میلیون تقریبا جمعیت داره، اختصاص 52 هفته مرخصی زایمان برای زنانی که 39 هفته اون همراه با حقوقه. فرانسه 64 میلیون و 600 جمعیت داره، 16 هفته مرخصی زایمان برای مادر همراه با حقوق و مزایای کامل. هیچیشو کم نمیکنه. کل وقتی که گفته سر کار میافتی بشین تو خونه بچه‌تون نگهدار. مرخصی 3 ساله به ضمانت اینکه به شغل خود برگردی. 3 سال خیالت هم راحت برمیگردی سر شغلت هست دوباره برگشتی. اسپانیا 46 میلیون جمعیت داره، پرداخت 2500 یورو 9 میلیون 800 هزار تومان برای تولد هر بچه. جمهوری چک 10 میلیون 230 هزار نفر جمعیت داره، اختصاص مرخصی زایمان تا 3 سال تحت شرایط خاص. ایسلند 300 هزار نفر جمعیت داره، 3 ماه مرخصی با حقوق برای پدر و مادر، استفاده از سیستم رفاه عمومی برای پدر و مادر بیکار. خب میگه نترسید اگه کار ندارید، بچه دار بشید، ما ازتون حمایت میکنیم. استفاده از خدمات پزشکی رایگان پیش از زایمان برای مادران، از قبلش تمام این سونوگرافی میخواد بره بکنه چی، اینا همش رایگان براشون انجام میشه که نگه این از هزینه هاش نترس. سیاست جمعیت کشور اسلوواکی 5 میلیون 300 هزار جمعیت داره، اختصاص 2 سال مرخصی زایمان. ژاپن 127 میلیون جمعیت داره تو اینقدر جزیره. خب میگه بازم باید جمعیت هم ببرم بالا. تصویب قانونی به اسم کدوموتیت که بر اساس اون خانواده‌ای فرزند، خانواده‌ای که فرزند تا 15 سال دارن ماهی تا 13 هزار ین کمک مالی دریافت کنن. بله پدر مادر در خصوص اخذ مرخصی با نصف حقوق خودشون تا سقف تعیین شده که مد نظر خودشون تو قانونشون اومده اینجا شلوغ میشد من بیارم، در مرخصی حضور داشته باشن بدون هیچ تغییری به کار قبلی خودشون برگردن. ژاپنی که با اون قدر آقا بچه رو اونا نمیگن ما تخصصی سازی بکنیم، ما صنایع های تک بریم، جمعیت لازم نداریم، یه نفرمون بشینه با ربات. اونا مگه دیگه بابای ربات دنیا همین ژاپنیان. یه سری هم بحثای ما از این طرف بوم هم نیافتیم، این ذهنیت توته غربی بودن یه وقت ما رو یه کاری نکنه که همه چی بنازیم گردن چی، آمریکا و اسرائیل، و بی ارزگی خودمون رو داخل چیکار بکنیم ببوشیم. دشمن با دشمنی کن، من بی ارزگی های داخل رو اثرش رو خیلی بیشتر میدونم از اون طرف. اون بعد دشمنش، اون اگه دشمن نکنه که از ما تعجب کرد. واقعا عزم و بی تدبیری امروز بر مسئولین زیاد شده. مثلا معاون زنان رئیس جمهور و این حرفشه، لایحه افزایش مرخصی زایمان اگرچه در کوتاه مدت به نفع زنان است اما در دراز مدت به ضرر حضور اجتماعی زنان و بحث اشتغال است. معاون وزیر ورزش و جوانان، والده می توانند به مناظر استیرجاری نقل و مکان کنند، مسکن خود را در اختیار جوانان شما. با تو چی کاره ای پر؟ شما همه چی بنویسید دوش مردم. آقا میخوان جواناشون ازدواج کنن، خودشون برن خونه مستاجری خونهشون رو بدن به بچه‌هاشون. جالب واقعا. وزیر راه شهرسازیمون، بعد خانوار در ایران تغییر کرده و ما متناسب با بعد خانوادار جدید باید برنامه سازی مسکن باید بکنیم. ساخت خانه های سیمتری تموم شده، یکی تو خونه سیمتری بود دیگه زاد و ولد نمی کنه. والا سیمتری دو نفر آدم میتونن با هم زندگی کنن؟
که بچه دارم بشن تازه. ما نمیدونیم از کجا اینا دارن. مشکل در بازم همینه، در نبود مدیریت، نبود زیرساختای درسته. به جای اینکه مدیریت خودشون رو درست بکنن، میگن شما زیاد نشید. یعنی دقیقاً عین کشورهای آفریقایی که هیچ گونه دیگه مدیریتی ندارن بر کشورشون، عملاً میگن آقا شما زیاد نشید، بذارید همینی که هست باشید دیگه، از این بدتر نشید. نه که الان مثلا خوبن. بهارستان نشینا در ادامه اصلاح مواد برنامه ششم توسعه که از شورای نگهبان مجلس برگشته، مرخصی مردان هنگام بچه دار شدن رو هم از 2 هفته به 3 روز کاهش دادن. سببه ای که به شوخی کشیده شد، خانوما وضع حمل کنه، آقایون مرخصش میگیرن. و حالا مجلس تصویب کرد باباهایی که بچه دار میشن به جای 2 هفته 3 روز مرخصی داشته باشن. نصف بیشتر کارهای من شوهرم انجام میده. میگم سنگین تر بودن اگه 3 روز هم نمیذاشتن. 2 هفته آدم یاد میگه چجوری بغل کنه این بچه. این دوره نقاهت یه خانم باردار 10 روز. حداقل 1 هفته رو بده مرخصی. هم برای خود مادر بچه که یه دلگرمیه. من بلد آروم کنه. مثلا خانم خونه مادرش نتونه باهاش بیاد، یا از شهرستان یا از جای دور میاد. توی مجلس اکثرا پدر شدن و مطمئنن از سختیاش خبر دارن. دقیقا 3 ماه میبایست مرخصی بده. شما خودتون رای دادید که حتی زد میکنین الان عیش بابا کتابی حالا فیدن سلامی. الان 3 روز شده. آقا از اول 2 هفته بود. خب نمایندگان رای ندادن، آقایون تمایلش این نبود که تو خونه باشن. شما خود بابا شدی دیگه؟ بله شدم. دردسر نداشتی موقعی که بچه بودی؟ نه خیر. هیچی؟ همه رو کارو خاج خانم انجام میدید؟ نه خیر، کار هم خودم انجام میدم. بابا پدر بزرگ، مادر بزرگ، پدر بزرگ. خب یکی همه دارم، خیال رو خدا حافظ. خدا حافظ.